بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان عملی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 18 در باب توبه. صفحه 112. بسم الله الخیر التوابین. 1. توبه نردبانی است که از درک اسفل السافلین تا عرش اعلای پروردگار بالا می رود. پس سلسله مراتب رشد و تعالی انسان به سوی حق است. پس توبه را پایانی نیست، چون از پله ای بالا می روی، پله قبلی را زیر پا می گذاری و از آن توبه می کنی. پس توبه سنت و کل روش سیر الالله است. از آنجا که خداوند یگانه مطلق است، پس هر عمل و آرزویی از ما هر قدر هم که عالی و خالص باشد، باز هم دارای رگ و ریشه های شرک و معصیت و ستم است که بایستی به قدرت نور معرفت نفس آن را شناخت و از آن توبه نمود. 2. حداقل توبه، توبه از حرام های مشهور است که در شرع مقدس مذکور است و برای شناخت آن نیازی به معرفت نفس و علم نیست، زیرا ادراک فطری بشر و قراردادهای عرفی و شرعی آن را درک می کند. 3. بدان که گناه بدین دلیل گناه است که وجود آدمی را به قل و زنجیر و تاریکی و ثقل و عذاب تن و روح می اندازد و نهایتاً می کشد و هلاک می سازد. پس گناهان و معاصی ذاتاً و به لحاظ وجودی شر هستند. پس انسان به قدرت عقل و معرفت نفس قادر به درک ماهیت گناه است. 4. قرآن کریم می فرماید که اعمال بشری همان اجر و جزای اویند. پس از طریق اعمال خود می توانیم خیر و شر و حلال و حرام بودن را فهم کنیم و اینکه از طریق خودشناسی منابع باطنی ظهور این اعمال را درک کنیم که در دل و ذهن ما قرار دارند. 5. بنابراین اصل و اساس معاصی و گناهان همان امیال و افکار و احساسات و باورها و عواطف و صفات و خلق و خوی ما هستند که به صورت اعمال و کردار و گفتار بروز می کنند که برخی مفید و عزت بخش و رشد دهنده هستند و برخی عذاب آورند. 6. پس اصل توبه بایستی از سرچشمه معاصی در باطن باشد، وگرنه توبه از اعمال فقط ظهور و بروز گناهان را پیچیده تر و ریایی تر می کند. 7. زنا عذاب است. دزدی عذاب است. دروغ گویی عذاب است. ریاکاری عذاب است. نزول خاری عذاب است. فحاشی عذاب است. زنا معلول جلوه‌گری و رعایت نکردن حجاب لباس و نگاه و گفتار و رفتار است. دزدی معلول زیاده خواهی و استکبار است. دروغ و ریا معلول خود برتربینی و مردم پرستی و اراده به پرستیده شدن است. درباره منابع و ریشه های روانی گناهان و مظالم بشری، دریایی از معارف و آثار ما در خدمت اهل توبه است و کسانی که آثار ما را با این نیت مطالعه می کنند هدایت می شوند. 8. گناهان به لحاظ ماهیت چند نوعند: جاهلانه، مشرکانه، کافرانه و منافقانه. گناهان جاهلانه مربوط به عرصه قبل بیداری وجدان و فطرت بشر است که خیر و شر و پاک و ناپاک و درست و نادرست را درک کند. در این باره خداوند می فرماید که هرگاه به خود آمدند و توبه کردند، همه گناهان و خطاهای گذشتشان را می بخشد و آثارش را از نفس آنها می زداید. ولی گناهان مشرکانه که در قرآن کریم عذابا برترین گناهان هستند و اگر پاک شوند به واسطه عذاب پاک می شوند و خداوند این گناهان را ظلم نامیده است، مختص اهل دین و ایمان است که گناه خود را توجیه و تقدیس می کنند.
یعنی به اسم خدا و رسول و دین مرتکب گناه می شوند و در واقع خدا را شریک گناه خود قرار می دهند و لذا به این گناهان فخر هم می کنند. ولی گناه کافران آن است که فردی پس از ایمانش دوباره بی دین و کافر شده باشد و اعتقادش را از دست داده باشد، ولی در این حال وجدانش بر ناحق بودن اعمالش گواه است و می داند که گناه می کند. ولی گناه منافقانه از همه هولناکتر و نابخشودنی تر است، زیرا گناهان را در پست‌ترین موقعیت وجود در درک اسفل ساقط می کند و آن گناهانی است که فردی یا پس از ایمانش دوباره کافر شده ولی لباس دین را حفظ نموده و تظاهر به دین می کند، و یا هرگز ایمان نداشته و تظاهر به ایمان کرده است تا از مؤمنین سوء استفاده کرده و رهزنی نماید و راه دین خدا را سد کند و به نام دین تباهی نماید. 9. در همه موارد فوق ذکر خداوند توبه پذیر است، مگر پس از بیش از دو بار کفر پس از ایمان باشد، یعنی دوبار ایمان آورده و باز کافر شده باشد، و یا اینکه احساس مرگ کند و از ترس مرگش توبه نماید. 10. در نزد عامه مردمان و بلکه عمده علما و مراجع دینی گناه همان صورت بیرونی اعمال نارواست و این خطایی فاحش در درک معنای گناه است، در حالی که در قرآن کریم آشکارا تعریف شده است که اعمال ما به مثابه اجر و جزای ما هستند و بلکه اصل و مرکزیت صدور اعمال پلید و ناحق در درون ماست که همان شرک و کفر و نفاق و جهل ماست. به همین دلیل خداوند در کتابش آشکارا می فرماید که حتی عبادات و خیرات مسلمانان مشرک و منافق را نمی پذیرد و بلکه عذابشان هم می کند. 11. از آنجا که انسان حیوان ناطق است و نفس ناطق دارد، هیچ کاری را بدون توجیه و توضیح و اندیشه و فکر و قصد قلبی انجام نمی دهد. پس هر عملی از ما دارای پشتوانه و زمینه فکری و ذهنی و ناطقه است. پس کارخانه اصلی تولید گناه ذهن و طرز اندیشه و باورهای ماست. پس توبه حقیقی که در قرآن توبه نصوح نامیده شده است، توبه ای در طرز فکر و باورهاست و در غیر این صورت فقط گناهان ما پیچیده تر و منافقانه تر می شود. 12. ولی ذهنیت آگاه و ناطق و فکور ما منبع تغذیه و محرک باطنی تری دارد که کارگزار و مدبر آن است، و آن منبع همان دل ماست که اصل قلم رو به کفر و ایمان ماست، و لذا کل تأکید قرآن کریم در همه امور بشری هم بر دل انسان است و دل را علت العلل همه اعمال و امیال و سرنوشت بشر معرفی کرده است، نه زن و نفس ناطقه را. 13. پس عمیق‌ترین و نسوخ‌ترین توبه ها هم معطوف به دل انسان است و باید از دل برخیزد، یعنی از قلمرو به ظهور عواطف و احساسات و امیال و اراده و خواستن و نخواستن های بشر، و این مستلزم معرفت نفس در حد کمال است که آن را معرفت قلب گویند، و بخش عمده آثار ما مربوط به همین قلمرو است که شما را دعوت به مطالعه دقیق آن می کنی. اگر اهل توبه ای نصوح هستید و جدن می خواهید سرنوشت خود را دگرگون و اصلاح نمایید و در خود انقلاب کنید. 14. پس توبه هم سه مرتبه دارد: توبه از اعمال، توبه از افکار و توبه از عواطف قلبی. 15. اهل توبه به طور تجربی مرحله به مرحله این سه درجه از توبه را درک و آزمون می کنند.
نخست به اصلاح صورت ظاهری اعمال و روش زندگی خود می پردازند که اگر اهل جدیت و صدق باشند در می یابند که این کفایت نمی کند و گناهان از راه های دیگری سرباز می کنند و پیچیده تر رخ می نمایند و لذا به اصلاح در طرز فکر خود می پردازند که موجب تغییر و اصلاحی عمیق‌تر و جامع‌تر می‌شود، ولی باز هم وجود فرد دچار تناقض بین اعمال و افکار و عواطف است و لذا نمی‌تواند در بلند مدت این اصلاحات را استمرار بخشد تا این که به سرچشمه اراده خود یعنی دل می‌رسد که این دیگر کار هر کسی به خودی خود نیست و جز به یاری حق و ولایت الهی ممکن نمی شود که منجر به انقلاب روحانی می شود و زیر و رو می گردد و رستگار. 16. پس در میابیم که توبه نسوح و رشدی حقیقی و تعالی وجود مستلزم معرفت نفس است که معرفت عملی و معرفت ذهنی و معرفت قلبی را شامل می شود که دو مرحله اول معرفت و توبه را شاید انسانهای اهل خرد و حکمت بتوانند در خود تعیین نمایند و خود را رهبری کنند، ولی توبه این نسوح و کامل و انقلابی و رهایی بخش مستلزم معرفت قلب و انقلابی روحانی است که بدون یاری عارفان ممکن نیست. 17. پس بدان که هر انسان تواب و مخلصی در نهان و عیان عارفی دارد که از قدرت روحانی و یاری اوست که توان حفظ ایمان و تعالی در دین را یافته است. 18. و حرف دیگر این که تواب از اسمهای الهی است، پس انسان تواب حقیقی در قلمرو به خلافت اللهی وجود گام بر می دارد و از اولیای اوست، به راستی که خداوند توابین را دوست می دارد. قرآن یعنی انسان تواب در قلمرو به عشق عرفانی قرار دارد و توابین از اولیای حق هستند و توبه را پایانی نیست، زیرا خداوند لامتناهی و مطلق است. 19. به قول علی علیه السلام توبه همان احساس ندامت و شرم از خیشتن و خداست و این شرم ساری عین واقعی پاک شدن دل از معصیت است. پس تا آدمی از گناهی قلبن خجالت نکشد و بلکه از خجالت نمیرد، توبه از گناه رخ نداده است و فقط صورت عوض کرده است. 20. و بدان که توبه و ندامت از عذابهای ناشی از گناهان و رسوایی های آن توبه نیست و حد اکثر یک انصراف موقتی از ترس است، مثل ترک اعتیاد ناشی از خماری و درد و جبر. توبه آدمی باید از افکار دزد و خیز و احساسات حقیر و مریض خود باشد، وگرنه جز ریاکاری نیست. 21. توبه نسوح و حقیقی و قلبی بایستی شرم از اصل معصیتی باشد به عنوان عملی ناحق و خلاف فطرت و شرف آدمی و خلاف اراده خدا، زیرا شرم از فطرت خود عین شرم از خداست، چون خداوند مردم را از فطرت خیش آفریده است و مردمان جمله دارای هویت الهی هستند. تا این هویت الهی در خیشتن درک و فهم نشود، احساس شرم از معاصی خلاف فطرت و هویت محال است. پس واضح است که رسیدن به چنین حدی از شرم فطری نیازمند احیای فطرت و معرفت نفس و معرفت حق در خیشتن است، یعنی شناخت خدا در خود. پس بدون عرفان نفس توبه ای نیست و توبه گرگ مرگ است. 22. تا
تا آدمی از حضور خدایی که در ذات و فطرت اوست با خبر و عارف نشود، از خدایش و از فطرتش خجالت نمی کشد و از خجالت نمی میرد و آب نمی شود، یعنی پاک و بخشوده نمی شود. آدمی تا 4 بار نمیرد دینش خالص و پاک نمی شود. علی علیه السلام. 23. بدان که بخشوده شدگی یک واقعی در پشت بام آسمان در میان پرونده های آدمی در آرشیو خدا نیست، بلکه واقعی در تن و دل و جان و روان انسان است که او را در درونش پاک و زلال و روشن و آرام و خرسند و راضی می سازد و وجدانش را درمان می کند و میل به پلیدی را در او می زداید. پس بخشش و غفران الهی در دل و جان آدمی احساس و درک می شود. در اینجا بهتر حق کلام علی علیه السلام را درک می کنی. هر که خود را شناخت خالص و پاک و رستگار شد، زیرا خدا را در خود دید و از خجالت مرد و در این مرگ پاک و رستگار شد. فصل 19، راز دل گفتن، سر سر. بسم الله سر. 1. شاید در روابط بشری مسئله سرنوشت سازتر از راز دل در میان نهادن نباشد، یعنی همان سخنانی که موجب عشق یا نفرت می شود، موجب ازدواج یا طلاق می شود، موجب دوستی یا دشمنی می گردد، موجب اصلاح و انقلابی عظیم و یا موجب فتنه و فسادی بزرگ است. 2. خداوند در کتابش نیز در اهمیت نجات بخش و هلاکت بار راز دل نمودن علناً تصریح فرموده است که بارها از این آیات ذکر نموده ایم که چگونه راز دل نمودن مؤمنان موجب الحاقشان به پروردگار است و راز دل نمودن کافران هم موجب ابتلایشان به شیطان است. سوره مجادله. 3. چرا رازهایی که به میان می آیند موجب حضور خدا یا شیطان هستند طبق کلام خدا در قرآن؟ 4. قلوب آدمی در بسته و لاک و مخ شده رازی است که در خود نهان کرده است و دل خانه خدا و نقطه کون ازل و وجود دان یا وجدان است، ولی چون آن راز در نزد کسی بر زبان آید در به دل گشاده و افتتاح گردد و طرف مقابل بر آن وارد شود که اگر مؤمنی صدیق باشد دل را به ذات حق متصل می کند که موجب حضور خدا در انسان می گردد، و اگر کافری کذاب باشد با ورودش در دل طرف مقابل شیطان را احضار و بر نفس فرد مسلط می کند. 5. این همان حق عظیمی است که در برخی مذاهب و فرقه ها مورد استفاده های شیطانی قرار گرفته است، همچون معضله اعتراف در کلیسای کاتولیک که در دورانی تبدیل به یک تجارت کثیف شده بود. 6. در قرآن کریم هم مکررن ذکر شده است از جمله این که مؤمنان بایستی اسرار و دعاها و نیازهای خود را به نزد رسول ببرند که این مسئله شامل امامان و اولیا و عرفا هم می شود، زیرا می فرماید محمد و کسانی که با اویند بر مؤمنان بسیار مهربان و بر اشقیا سخت گیرند. قرآن. آیا می دانی کسانی که با محمد صلی الله هستند چه کسانی می باشند؟ مسلماً منظور اصحاب معروف رسول خدا نیستند که بسیاری از آن اصحاب از جمله اشقیا بودند.
بلکه منظور کسانی است که بر سنت محمدی زیست می کنند و آل او محسوب می شوند، همانطور که ابن عربی همه شب زندهداران ذاکر را مشمول این گروه قرار می دهد. در واقع همه کسانی که در ولایت محمد و آل محمد زیست می کنند در این جرگه قرار دارند و در سوره مجادله رسماً راز دلگویی مؤمنان توصیه شده است که یکی از شاهراهای هدایت الله تلقی می شود و این پاسخی است به کسانی که می پندارند راز دل گفتن یا اعتراف در نزد مؤمنان یک سنت و انحراف مسیحی است و بدعت در اسلام تلقی می شود. 7. به طور کلی رازهای نهان آدمی دارای دو ماهیت متفاوت هستند: اسرار ماورای طبیعی و عرفانی و اسرار طبیعی و حیوانی، که معمولاً اسرار نوع دوم دارای ماهیتی معصیتی می باشند و یا لااقل در نزد عرف و شرع جامعه گناه و خیانت محسوب می شوند. اگر این هر دو نوع اسرار در نزد مؤمنان و صدیقین و عارفان اعتراف شوند، موجب جهش عظیم در جان و سرنوشت فرد صاحب راز است، ولی اگر در نزد نااهلان بر زبان آید، حامل گمراهی و شیطان است. 8. بدان که بسیاری از گمراهی های بزرگ و شیطان زدگی های افراد بشری حاصل رازگویی در نزد نااهلان است و خداوند در کتابش شدیداً اهل ایمان را از رازگویی در نزد نااهلان و بی تقوایان منع فرموده است. 9. بدان که هر نوع دوستی شدید و عمیق و بلند مدت بین انسانها از نوع ظلمانی و یا هدایت بخش حاصل راز دل در میان نهادن است، که یکی به ادابت و خیانت می انجامد و دیگری به شفاعت و هدایت. 10. اما راز دل نمودن و یا اصلاً درد دل کردن با دوستان، با همسر و مشاور و طبیب و پیر، اگر به اصولی بر حق استوار نباشد، اگر منجر به گمراهی نشود، لااقل خیری به همراه ندارد و به پشیمانی میرسد. 11. نیت از راز دل کردن و درد دل در میان نهادن مهمترین اصل در این اتفاق بزرگ است، همانطور که علی علیه السلام دروغ گفتن به طبیب را بزرگترین حماقت می‌خواند. دروغ گفتن و یا به تمام و کمال نگفتن راز و درد به دوست یا طبیب و پیر هم حماقتی خطرناک است. 12. چه بسا نیت آدمی از درد دل و راز گفتن فقط به قصد سبک شدن و تخلیه راز است، که البته این کاری خطرناک و نابخردانه است، و چه بسا خود فرد رازگو از کارش پشیمان شده و نسبت به طرف مقابل دچار سوء ظن و ادابت گردد و رابطه ای دوستانه نابود شود. 13. اگر انگیزه راز دل نمودن معرفت یافتن بر سر آن نباشد، کاری بیهوده و بلکه خطرناک و گمراه کننده است و آدمی باید بداند که سر رازهای نهان آدمی بسیار مهمتر از آن چیزی است که در نزد خود میپندارد. از اهمیت آن همین بس که عمری در به دلش را قفل نموده و از عالم و آدمیان دوری گزیده و هیچ رابطه قلبی با احدی برقرار نکرده است و تبدیل به یک سلول انفرادی و محبوس در خیشتن گشته است و بسیاری به همین دلیل از ازدواج ابا نمودند و یا کارشان به طلاق کشیده است. 14.
ولی به هر حال طبیعت اسرار نهان آدمی به گونه ایست که او را هموار وسوسه می کند که رازش را به هر کسی بگوید و فرافکنی نماید و از بار شر و ثقلش راحت شود و مسئولیتش را از خود سلب کند، زیرا اسرار حامل بار مسئولیتی حیرت آور و ماورای طبیعی در جان آدمی هستند. این یاری ذاتاً الهی است، حتی اگر معصیت و گناهی کبیره باشد. پس آدمی جداً بایستی در قبال اسرار خود مسئول باشد و به آسانی و ارزانی آن را در نزد هر کس و ناکسی بر زبان نیاورد. 15. همین قدر درک می‌کنیم که اسرار نهان قفل در به دل آدمی هستند و زبان هم کلیدش، و دل هم مهمترین عنصر وجود آدمی است که سرنوشتش را رقم می‌زند. پس باید بداند که آن را در نزد چه کسی و برای چه عیان می‌کند. 16. یکی از امراض و انحرافات گمراه کنندی راز دلگویی دخل و تصرف در بیان حقیقت آن است و دیگر به قصد تأیید و تقدیس شدن از بابت آن راز است، که در این صورت این بدترین نوع راز دل گفتن است که جز گمراهی و شیطنت حاصلی ندارد. 17. پس صدق در بیان راز و بیان کل راز و نیت معرفت یافتن بر حقیقت آن راز و بیان راز در نزد اهل معرفت و تقوا ارکان و اصول حقه راز دل نمودن است، که غفلت در هر یک از این اصول موجب ندامت و زلالت می شود و چه بهتر از گفتن آن بپرهیزیم. 18. برخی از رویاهای آدمی نیز در جرگه رازهای او هستند و همانطور که رسول اکرم فرموده رویاهای مسلمین جنبه ای از وحی محمدی هستند که امتش به ارث میبرند به شرط آنکه رویای صادقه باشند. 19. هیچ راز دلگویی گمراه کننده تر و شیطان زاتر از گفتن معاصی و گناهان خود در نزد گناهکاران و جاهلان نیست. 20. مؤمنان امت محمد صلی الله جمله دارای شفاعت هستند. پس اعتراف به معاصی و گناهان به طور محرمانه در نزد مؤمنان صدیق و اهل معرفت مترادف شفاعت و بخشش الهی است و این قاعده‌ای در همه مذاهب ابراهیمی است که در دین محمد صلی الله به اشدش می باشد، که البته مثل سایر حقوق و معارف الهی از آن سوء استفاده هایی هم شده است، همچون نمازی که در بسیاری قلمروبه شیطان پرستی است. 21. اسرار نهان آدمی بچی از امانات خدا در نزد بشر است که آن را در نزد چه کسی بنهد؟ امانتهای الهی را به اهلش بسپارید. قرآن. 22. کسی که رازی را به قصد تأیید و تقدیس شدن به کسی میگوید پیشاپیش شیطان را فراخوانده است. 23. پس درک میکنیم که راز دل نهادن بر اساس آن اصول چهارگانه مذکور کار هر کسی نیست جز طالبان حقیقت و تشنگان توبه و طهارت و صداقت. 24. پس یا راز را بر زبان میاور و یا صادقانه بگو و کلش را بگو و به قصد درک حقیقت آن راز بگو و با انسانی متقی و اهل حکمت و معرفت بگو. 25. کسی که قصد بیان رازی را با کسی دارد برای نخستین بار در زندگی بر آستانه در به دلش ایستاده تا دق الباب کند و خانه دلش را افتتاح نماید و میهمانی در آن فراخواند، زیرا دل خانه غیر است. اگر این غیری که بر دلت وارد می شود مؤمنی صدیق باشد،
با او وارد می شوی و اهل دل می شوی و در غیر این صورت دلت را تحویل دزدی می دهی و خودت پشت دربش سرگردان می مانی. این سر سر است و سر دل و سر راز دل نمودن. 26. ولی این راز را هم بدان که اگر تو رازگویی صدیق و تشنه حقیقت رازت باشی، طرف مقابلت اگر فردی کذاب هم باشد، خداوند حقیقت رازت را از زبانش جاری می سازد. کسانی که تحت ولایت کسی قرار دارند، اگر صادق باشند، این خداست که بین آنها حکم می کند. قرآن کریم: پس تو گویی رازت را در محضر خداوند بر زبان می آوری. 27. بدان در میان همه کسانی که لایق راز دل شنیدن نیستند و بایستی از راز دل نمودن با آنان برحذر بود، همسر است و این حکم الهی است، چرا که همسر آدمی طبعا خصم ایمان اوست و هدف از رازگویی امر هدایت است، همانطور که همسر هیچ کس نمیتواند امام و رهبر معنوی او باشد و نیز صاحب دلش. 28. البته پروازه هست که راز دل جدای درد دل نمودن و صمیمیت زناشویی در قلمرو به زندگی مشترک و حقوق این رابطه است که امری ضروری و مشکل گشای بسیاری از بنبست هاست. 29. همانقدر که راز دل در میان نهادن با اهل تقوا و معرفت امری بس شگرف و خلاق است، تلاش مذبوحانه و تجسس در اسرار و مسائل پنهان زندگی دیگران از بزرگترین گناهان است که فرد عامل را با شیطان محشور می سازد و چه بسا عمری بازیچه شیطان می ماند و به جهنم می رود. و وای بر کسانی که اسرار دیگران را به بازی و تجارت شیطانی می گیرند و بدین وسیله امرار معیشت می کنند. 30. و اما همانطور که در آغاز گفتیم، یکی از انواع اسرار آدمی، اسرار الهی و مکاشفات و واردات غیبی هستند که انسان اهل راز موظف است که آن را جهت بیداری و هدایت به اهلش برساند. امانات الهی را به اهلش برسانید. قرآن: و نعمات پروردگارت را با مردمان بازگو کن. قرآن: که این رازگویی از بزرگترین رسالت‌های انسان اهل معرفت در زندگی است، چرا که این رازها اسرار مشترک بین خدا و آن فرد است و می‌تواند در دست اشقیا و دشمنان مبدل به حربه‌ای بر علیه فرد گردد. پس این نوع رازگویی مستلزم از خودگذشتگی و عشق الهی و عشق به هدایت خلق در اوجش می باشد و آدمی بایستی در این نوع رسانیدن امانات الهی به مردم از تمامیت خودش گذشته باشد، زیرا کل دل و جان و روح خود را فدای خدا و خلق می کند و در این رسالت عظیم محمد صلی الله و علی علیه السلام در قله افتخار تاریخ بشر می درخشند. با مطالعه خطبه های نادره امام علی علیه السلام این معنا را در می یابیم و نیز در احادیث معراج و قدسی. و اهل معرفت می داند که بدون این اسرار قرآن هرگز کشف نمی شد و عرفان اسلامی پدید نمی آمد و بشر آخر الزمان در ظلمات نابود می شد. یعنی اسرار عرفانی مقدسترین و حیات بخشترین اسرارند و عارفان رازگوی عاشقترین و ایثارگرترین انسانهای تاریخ بشرند که دین بشریت به آنان به مراتب برتر از انبیای سلف می باشد، همانطور که رسول اسلام آنان را در نزد خدا برتر از پیامبران دانسته است. فصل بیستم،
صبر و تسلیم و رضا و عشق. بسم الله الصبار. 1. صبر صفت بشری در تعامل و هماهنگی با زمان است. صبر همان صبر در زمان و بر زمان است، به خصوص در مواقع سخت و بلاخیز که گذشت زمان کندتر است. 2. به لحاظ دینی و عقیدتی صبر بدین معناست که آدمی در مواقع سختی و بلایا دست از اصول عقاید و باورهای دینی خود نکشد و نسبت به ایمان و خدای خود کافر نگردد و به خدا توکل نماید و در هر شرایطی متعهد به اصول و اعتقاد باشد. 3. و اما آیا براستی فرق بین صبر و انفعال چیست؟ فرق بین انفعال و توکل چیست؟ فرق بین صبر و بیمسئولیتی چیست؟ فرق بین بیتفاوتی و صبوری چیست؟ اینها مفاهیمی بسیار ظریف هستند که به آسانی مشتبه می شوند و عموماً هم در فرهنگ عامه چنین می شوند. 4. صبر و توکل و تسلیم و رضا مجموعه ارزش‌های مترادف و همسوی دینی و عرفانی هستند که در یک طرف قرار می‌گیرند و مترادف کافرانه آنها عبارتند از بی‌مسئولیتی، تنبلی، انفعال، بی‌تفاوتی، ذلت‌پذیری، ستمبری و حقارت. 5. معمولاً رسم است که اکثر آدم‌های تنبل و فرصت طلب و بی‌مسئولیت و منفعل و مفتخور و ذلیل و سلطه پذیر دم از صبر و توکل و تسلیم و رضا می‌زنند. آیا به راستی حد و مرز بین حقیقت صبر و صبر ذلیلانه چیست؟ 6. در حالی که می دانیم که در معرفت دینی و قرآنی هدف صبر و تسلیم امر الهی شدن، تن ندادن به ذلت و سلطه و دریوزگی کافران است و قناعت و توکل به خدا پیش نمودن و به غیر او رجوع نکردن. 7. پس دو نوع صبر در فرهنگ عامه حضور دارد. صبر و تسلیم در قبال بدبختی و زورگویی و ستم و صبر و توکل به خدا جهت مبارزه با حقارت و ذلت و ظلم که مشهورترین نماد این صبر الهی واقعه کربلا است. 8. یکی جان می دهد، فقر و اسارت را می پذیرد ولی زیر بار ظلم نمی رود و دل و ایمان به ناحق نمی دهد. یعنی تن و ظواهر دنیایش را می دهد تا باطن و روح و معنای خود را حراست کند و این صبر بر حق است که صبر دینی می باشد و حکیم خداست. ولی یکی هم از ایمان و عصمت و عزت و عقیده و روح خود می گذرد تا عافیت دنیایش را بخرد و این صبر بر ناحق است و تسلیم ظلم شدن. 9. ولی متاسفانه در فرهنگ مشرکانه تسلیم و صبر بر ظلم و زور مترادف صبر دینی و توکل و تسلیم بر رضا قرار گرفته است که این نمادی از واژگون سازی ارزش‌ها و واژگون سالاری دینی است. 10. صبر دینی و برحق مستلزم شناخت و باوری قلبی به حضور خدا در جای جای زندگی است که او عادل و بسیار مهربان و حافظ و حامی مؤمنان خیش است. هرگز صابران و متوکلین خیش را در زیر بار ظلم و زور و بدبختی و بلایا تنها نمی گذارد و همه گرفتاری ها و مصیبت ها امتحان او برای مؤمنان است تا به اقتدار و عزت و بینیازی وجود برسند و همچون خود او شوند. پس بدبختی ها و بلایا در حقیقت از رحمت مطلقه و کمال نعمت اوست و تا چنین باوری نباشد چنین صبری صادقانه ممکن نیست.
و چه بسا مؤمنان بی معرفت در میانه این امتحان شرک پیشه کنند و به خداوند بدگمان شوند و روی به غیر او نمایند که خود فرموده ما همواره اهل ایمان را می آزماییم تا میزان صبر و جهاد و باورشان را به محک زنیم و فرق بین مؤمنان صادق و مدعیان دروغگو را آشکار کنیم. 11. پس بلایایی که بر سر اهل ایمان می آید کارگاه معرفت نفس و خود آزمایی دینی عرفانی است در حضور خدا و برای خدا که میزان خدا باوری و خداشناسی بشر است در عین زندگی واقعی خیشتن. پس این امتحانی است برای باور به خدای زنده و حی و حاضر و ناظر و فاعل و مقیم در حیات و هستی خیشتن است که خدای مؤمنان است. 12. پس صبر و توکل و تسلیم و رضا که معنایی همسو و ماهیتی واحد دارند و مهمترین و آخرین ارزش‌های میزانی وجودند بر دو عنصر واقع می‌شوند: بلا و زمان. بلایی که بر زندگی اهل ایمان فرود می‌آید در مدت زمانی معین. 13. پس شاق بودن صبوری مربوط به عامل بلا و مدت آن است که حداکثر این مدت کل عمر و تا مرگ جسم است. 14. و اما قلمرو به نزول بلا و معصیت و سختی ها کجاست؟ موجودیت فیزیکی و دنیوی انسان است، یعنی قلمرو به امکان وجود، یعنی مکان. 15. پس دو عنصر مکان و زمان که دو رکن مادی و معنوی وجود انسان هستند، دو رکن صبر بشر می باشند. صبر در مکان و صبر بر زمان. 16. پس مکان بلا و زمان بلا دو وجه از صبر انسان بر بلا و خودآزمایی او درباره باورهای خیشتن است. چرا که آدمی وجود خود را از دو بچه مکانیت و زمانیت است که تجربه و درک می کند و اصلا هر شناختی پای در این دو رکن وجود دارد و آدمی در مکان و زمان زندگی خیش قادر به تجربه و شناخت و باور خیشتن است. پس این شناخت و باور را هم در همین دو رکن وجودیش در حیات دنیا می آزماید. 17. حال سؤال اینجاست که انسان با ایمان در این دو قلم رو به حیات دنیا، یعنی در مکان و زمان، چگونه خدایش را می‌یابد و می‌شناسد و با او مربوط می‌شود. زیرا خداوند نور مطلقی است که در مکان و زمان نمی‌گنجد و بلکه فقط در دل مؤمن می‌گنجد. به نقل از حضرت رسول صلی الله. 18. می دانیم که صبار و صبور و صابر از اسماء الهی می باشد و آدمی به میزانی که در دلش در محضر پروردگار است و پروردگارش حاضر در دل اوست و یا بر دلش نظر دارد، قادر است که در سختی های زندگی، در فشار های ناشی از مکان و زمان، صبور و برقرار باشد و دست به سوی ناحق دراز نکند و بتواند به خدایش اعتماد نموده و با او در خود بماند. 19. چه چیزی باعث به پایان آمدن صبر آدمی در مکان و زمان می شود و به ناگاه در مرحله ای از مهلت و زمان این بلا و امتحان طاقتش می برد و صبرش به پایان می رسد و از درون فرو می پاشد و فریادش به آسمان می رود و دست به دامن دیگران می شود، یعنی اعتمادش به خدا تمام می شود و غیر خدا را به یاری می طلبد. 20. بی تردید آن چیزی که ایمان و اعتماد فرد مبتلا را به پایان می رساند و از بین می برد فشار ناشی از آن بلا بر مکانیت و زمانیت وجود اوست
تا اینجا که احساس نابودی می کند، یعنی خطر برون افتادن از قلمرو به مکان و زمان. 21. خداوند در سوره رحمان متعاقب آیات که درباره خلق جدید انسان است می فرماید که از اقطار زمین و آسمان ها خروج کنید، ولی نمی توانید مگر به یاری سلطان. و این همان امر به خروج از مکان و زمان است، جهت کامل شدن خلقت جدید انسانی که در عرصه امتحانات الهی و بلایا ممکن می شود. 22. پس درک می کنیم که همه بلایا و امتحانات خدا برای اهل ایمان و اهل سیر و سلوک عرفانی که در کارگاه خلق جدید هستند یک توفیق اجباری و یاری الهی برای خروج از مکان و زمان است و ملحق شدن به ذات وحدانی پروردگار. و این خروج همان گونه که آیه مذکور می فرماید جز به یاری سلطانی ممکن نیست. این سلطان کیست؟ سلطانن نصیرا. 23. قبلا نشان داده ایم که سیر و سلوک عرفانی و گذرانیدن مدارج خلق جدید انسانی بدون ولایت و یاری اولیای الهی محال است. اولیایی که از علیین هستند که مظاهر نعمت محمدی می باشند و بیهوده نیست که محوری ترین ذکر مؤمنان در آخر الزمان یا محمد یا علی است، زیرا محمد و علی صاحبان مکان و زمان یعنی زمین و آسمان هستند. همانطور که پیامبر اسلام خود را زمان معرفی کرده است و علی هم بوتراب یعنی پدر خاکیان و مکانیان است، پس فقط به یاری این دو که حاضر در وجود علیین زمانه اند میتوان بر مکان و زمان بلایا تا به آخر صبور ماند و به قدرت این صبر و تسلیم و رضا از اقطار مکان و زمان خروج کرد و رستگار شد و به خداوند پیوست. و این رستگاری و خروج به معنای نوری شدن است. پروردگارا نور من را بر ما به تمام و کمال برسان. قرآن کریم. و این اجر و غایت صبر بر بلای الهی است. 24. صبر بر حق در بلایای به طور کلی دو مرحله و وجه دارد که مرحله نخست فقط با خدا و یا یکی از اولیای او نشستن و به غیر او رجوع نکردن است و مرحله دوم در صورت رجوع به غیر و یاری خواستن از دیگران فقط مشمول مؤمنان می شود، یعنی اهل ایمان حد اکثر می تواند به دوستان ایمانی و عرفانی خود رجوع کند و یاری به طلبت بلا غیر. 25. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، که متاسفانه بسیاری این سخن حافظ را تعبیری فاسقانه کردند و لذا به وقت بلایا و سختی ها به سراغ لاابالیگری و میخارگی و بیخیالی می روند که این خطرناکترین گریز از بلاست، زیرا بلایای الهی ذاتاً به خود آورنده است که آدمی به خانه دلش بازگردد و مقیم در خیشتن شود تا بتواند حق بلا را دریابد و به حق خود برسد و اصلاً رجوع به غیر در چنین مواقعی درست از همین وجه کاری ناحق و خطرناک است، زیرا راه گریز از خیشتن است، یعنی راه فرار از خدا. زیرا بلا در لغت عربی به معنای بلی است، یعنی روی کرده خدا به انسان است. پس فرار از قانون بلا عین فرار از خداست و کفر آشکار. 26. پس نزول بلای الهی همچون نردبانی است که از آسمان به سویت آمده تا از آن بالا روی، تا از اسارت مکان و زمان راحت شوی و عین خدا شوی.
پس بدان که بلای الهی نشان غایت لطف و محبت اوست. پس فرار از بلا جنگ با خداست، آن هم احمقانه ترین جنگ هاست. و بدین گونه است که عذابهای ناشی از بلا فقط از بابت گریز از بلا و پشت کردن به خداست، نه از خود بلا. و این است که امام سجاد مکررن از خداوند طلب بلا می کند، یعنی طلب محبتش را می کند. پس صبر و رضای بر بلا جز کار عارفان حق شناس نیست. 27. پس صبر بر بلا نابترین قلم رو به خداشناسی عرفانی و دانشگاه توحید عملی است و خودشناسی تمام وجودی. 28. و همچنین قدرتمندترین کارگاه زیر و رو شدن به سوی خدا و نجات از واژگون سالاری همین دانشگاه صبر بر بلایاست، تا آدمی به تجربه دریابد که چگونه کل نظام ارزیابیش در زندگی وارونه بوده است. پس خود نیز واژگون زیسته است و در آن روز زیر و رو شده و به سوی خداوند باز می گردید. قرآن کریم. 29. بلا وحی وجودی و شخصی است، پس اهل ایمان بایستی شبان روز به آن هوش و گوش دل بسپارند که چیست و چه می گوید و با او چه می کند و چه کارش دارد. 30. هر بلایی جسمانی، عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و امثال هم به مثابه جلسه امتحان فرد است و آدمی در جلسه امتحان نشسته است، پس باید تمام هوش و تمرکزش را بر محور آن بسیج نماید. بلایا عرفات وجود آدمی هستند. 31. هر که بلا را شناخت خدا را شناخت، و هر که خدا را شناخت بلاجو شد. 32. بلا مصداق این کلام خداست که هرگاه که خداوند جهت هدایتش نعمتی را بر مؤمنان نازل می کند اکثراً روی بر می گردانند. 33. محمد صلی الله کاشف هفت آسمان و اساره و مظهر آن است که طبق روایات هفت آسمان را به آنی تعیین نمود که فاصله هر آسمانی تا آسمان برتر 500 سال نوری بود. پس محمد سلطان زمان است، زیرا بر زمان فائق آمده است. و علی علیه السلام همانطور که خدایش را نه در آسمان که در تن و جان خیش و در عالم عرض شناخت و دید و سلطان مکان و طبیعت و خاک و خاکیان شد. پس به یاری محمد علی میتوان بر هر بلایی فائق آمد و سلطان نصیر جز این دو نیستند که یکی هستند. همانطور که فرموده که رسول خداست که علی ظهور نور باطن من است، همانطور که مکان ظهور زمان یا دهر است و زمین ظهور آسمان است و علی علیه السلام هم ظهور محمد صلی الله است. و علیین که خارج شدگان از مکان و زمان در هر عصری هستند هم ظهور محمد علی می باشند، زیرا در آخر الزمان ولایت و نبوت امری یگانه است، همانطور که مهدی علیه السلام و مسیح علیه السلام، همانطور که این محمد علی همان مسیح و مهدی است، زیرا این دو پیامبر و امامی زنده در عالم عرض هستند که اینک مسیح محمدی است که مسیح مقیم آسمان و مهدی مقیم زمین است و اتحاد این زمین و آسمان در وجود علیین محقق می شود. 34. بدان که هر بلایی به مثابه نقطه عطفی به درجه برتر و مرحله بعدی از مقام معنوی و سلوک عرفانی است و به مثابه یک امتحان نهایی است، همچون ورود به دبستان و ورود به دبیرستان و ورود به دانشگاه و نهایتاً
فارغ التحصیل شدن. 35. هر بلایی به مثابه یک بلی متقابل بین انسان و خداست، جهت جهشی از دنیا به آخرت و خروج از درجات ثقل و ظلمات مکان و زمان و ورود به عرصه نور است. پاسخ عملی و تمام وجودی به این سؤال خداوند از بنده اش در آستانه خلق جدید انسانی که آیا من پروردگار تو نیستم؟ آیا من برای تو کافی نیستم؟ پس به بلای خدا باید گفت بلی.